علیکم. ضیافت افطاری در سالن بنجامین فرانکلین در مقر وزارت خارجه آمریکا برگزار شد و جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در این مراسم در مورد خدمات آمریکا به مسلمانان در سراسر جهان سخنرانی کرد. می خواهم بدانید که سابقه احترام به ماه مقدس رمضان در واقع به روزهای نخستین تأسیس جمهوری ما برمیگردد. این اتاق بنجامین فرانکلین است که برای برگزاری همچون مراسم محل مناسب می باشد. زیرا فرانکلین نخستین دیپلمات رسمی ما بود و نیز از جمله نخستین حامیان آزادی ادیان در کشور ما بود. او در زندگی نامه خود نوشت: حتی اگر مفتی قسطنطنیه برای تبلیغ اسلام به ما بیاید، محراب و منبر در خدمتش قرار خواهد گرفت. در این ضیافت افطار در کنار عده‌ای از اعضای کنگره ایالات متحده، شماری از دیپلماتان به شمول ایرینا باکووا و رشید حسین، نماینده خاص رئیس جمهور باراک اوباما در سازمان همکاری اسلامی نیز شرکت ورزیده بودند. مهمتر از همه، من این را بدون مبالغه میگویم که هر یکی از شما در اینجا به خاطر دعوت شده اید که افراد کارکن و فعال هستید. همه شما مشغول فعالیت هایی می باشید. شما در تلاش تغییر جهان به مکان بهتر برای همگان هستید. و همه شما در صدد تماس با مردم و اشعای اعمال نیک می باشید. اعمال نیکی که چگونگی همزیستی بهتر انسانها را تضمین کند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا همچنین اعلام کرد که هدف اصلی از برگزاری این ضیافت بهبود روابط و نزدیک شدن افکار و موضع‌گیری های ایالات متحده آمریکا با مسلمانان جهان است. ما از ماه مبارک رمضان که مقدس‌ترین ماه تقویم اسلامی است تجلیل می‌کنیم. این ماه بازتاب‌دهنده صلح، دعا و نیایش است. این ماه اعمال شفقت و نیکوکاری است. پس برای همه شما و میلیون ها مسلمان آمریکایی در سراسر کشور ما و تمام مسلمانان در سراسر جهان رمضان مبارک باشد. آقای کری اضافه نمود: قرار دادن محراب و منبر در خدمت کسی، اظهار عقیده به طور آشکار و آزادانه از جمله ارزش های آمریکاست و افتخار می کند که این حق در قانون اساسی کشورش تضمین گردیده و برای به دست آوردن آن به شدت مبارزه صورت گرفته است. برشنا عمرخیل، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، Washington.